محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همینجا واشنگتن دی سی با مصطفی قائدی خوش آمدید. اونطور که منابع مطلع به ما گفتند، جنگنده‌های F-35 در جریان این حملات وارد خاک ایران شدند. این اقدام اسرائیل تا چه اندازه میزان بازدارندگی جمهوری اسلامی رو به باور شما تحت تاثیر قرار داد؟ درود به شما مخاطبین برنامه. خبر بسیار مهمیه. اگر که این اتفاق افتاده باشه و تایید بشه توسط گزارشات بیشتر در آینده، این یکی از خطوط قرمزیه که اسرائیلی ها تا الان در مورد رد کردنش بسیار تردید داشتن و میتونه حتی باعث بشه که اگر که جمهوری اسلامی تا الان تصمیم داشته که پاسخی به اسرائیل به شکل مستقیم نده، اما با در واقع بیرون اومدن خبرش جمهوری اسلامی رو در فشار بیشتری قرار بده، برای اینکه حتما بخواد یک پاسخی رو مجددا به شکل مثلا حملات موشکی به اسرائیل انجام بده. اما در خصوص بازدارندگی، دو پایه بازدارندگی جمهوری اسلامی، یک گروه های نیابتی بود که الان بسیار کم اثر یا بی اثر شدن، به خصوص حزب الله با اتفاقاتی که در خصوص کشته شدن رهبرانش و از دست دادن یک بخش از توان نظامیش در واقع بعد از حملات اسرائیل پیش اومده، قدرت بازدارندگیش از دست داده و در پناه این ناتوانی حزب الله برای حملات جدی به اسرائیل که این حمله دیشب اسرائیل در واقع میتونه محقق بشه. اما من فکر میکنم همچنان جمهوری اسلامی اون بازدارندگی که از طریق موشک ها ایجاد کرده رو تا حدی تونسته حفظ کنه. دلیل اینکه اسرائیلی ها به اهداف نظامی در واقع تمرکز کردن و حمله کردن تا یک حدی به نظر من به این دلیل بود که نگران پاسخی بودن که جمهوری اسلامی بعدش از طریق حملات موشکی میتونه در سطح مشابه بده. مثلا اگر که به نیروگاه ها یا زیرساخت ها حمله می کردن، این احتمال وجود داشت که حمله مشابهی به نیروگاه ها و زیرساخت هاشون هم انجام بشه. اما در ادامه این موضوع مربوط به F-35 ها، من فکر می کنم که چند موضوع دیگه هم اهمیت داره. یکی این که خبرهایی که در هفته های گذشته از منابع در واقع غیر رسمی جمهوری اسلامی سعی می کرد که اعلام کنه، مبنی بر اینکه هواپیماهای سوخو-35 رو گرفته، سامانه های جدیدی از روسیه تحویل گرفته که میتونه اینها در مقابل هواپیماهای F-35 از ایران محافظت کنه، اینها شایعه بیش نبوده و روسیه همچنان هم علارغم اتفاقاتی که افتاده در دادن هواپیماهای سوخو-35 که امکان رزم هوایی رو برای ایران خیلی تقویت میکنن تعلل کرده. و دو این که آقای قائدی، در رابطه با همین صحبتتون، میدونیم که تا به این لحظه روایت‌های مختلفی در مورد چگونگی این حمله و کم و کیفش از طرف جمهوری اسلامی و اسرائیل مطرح شده. فکر می‌کنید کدام یک از این روایت‌ها قابل استنادتر هست؟ خب روایتی که جمهوری اسلامی تا الان ارائه داده همچنان کامل نشده، در حال شکل گرفتن. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که خبرگزاری‌های رسمی و حکومتی سعی میکنن که خیلی این رو کم اهمیت جلوه بدن، مثلا از جشنواره غذا در کرمانشاه و از مسابقات فوتبال گزارش بیشتر نشون میدن تا اتفاقی که منجر به کشته شدن 4 نفر از در واقع نیروهای ارتش افتاده. بنابراین تلاش میکنن که این رو بی اهمیت جلوه بدن. از طرف دیگه میبینیم که مثلا اسماعیل کوثری، نماینده مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی که به سپاه نزدیک هست، هم در یک صحبتی گفته که اسرائیل پاسخش رو خواهد گرفت. این نشون میده به نظر من که هنوز در حال جمع‌آوری اطلاعات هستن در مورد خسارت‌هایی که اتفاق افتاده و هنوز تصمیم قاطعی ندارن برای اینکه مرحله بعدی چه خواهد بود. اما اسرائیلی‌ها صحبتی که کردن این بوده که عملیاتی که انجام دادن بسیار دقیق بوده، که ظاهرا نشون میده این روایت درستیه، یعنی از جهت هدف قرار دادن سامانه‌های راداری و مراکز نظامی. به نظرم میاد که تا الان اسرائیلی ها درسته که مطابق با اون چیزی که پیش بینی میشد ازش به خاطر تبلیغات زیادی که انجام داده بودن، مطابق با اون انتظار نرفتن، اما دست کم حملاتی که انجام دادن دقیق و بسیار موثر بوده. آقای قائدی، از قابلیت های سلاح ها و جنگنده هایی که اسرائیل استفاده کرده در مقابل سیستم پدافندی جمهوری اسلامی چه اطلاعات بیشتری داریم؟ خب من متخصص نظامی چون نیستم، شاید بتونم خیلی سطحی در این مورد صحبت کنم. اون نقطه‌ای که برای من جالب هست اینه که هواپیماهای F-35 قطعا نیاز به هواپیماهای سوختگیر داشتن، برای اینکه اگر که وارد خاک ایران هم شده باشن، برای اینکه بتونن بیان این مسیر رو برگردن. هواپیماهای سوخت‌رسانی که اسرائیل در اختیار داره، سیستم‌های مربوط به دهه 60 و 70، یعنی بوئینگ‌های 707 بودن. اگر که تونسته باشن F-35 ها به بالای خاک ایران بیان، این نشون میده که احتمالاً در مورد
سوخت‌رسان‌ها شاید یک در واقع تحولی در وضعیت اسرائیل ایجاد شده باشه، یا اینکه یک گزارشی در اسرائیل از طریق روزنامه‌های اسرائیلی اومد که در واقع 20 نقطه هدف حمله قرار گرفته، در حالی که 140 هواپیما بر اساس گزارش‌های منابع اسرائیلی پرواز کرده. این نشون میده که احتمالاً از سوختگیرهای همون 707 استفاده کردن، اما یک در واقع اسکادران قوی از هواپیماهای دیگه برای محافظت از این سوخت‌رسان‌هایی که میتونستن در معرض در واقع رزم هوایی با فانتوم‌های ایرانی باشن، برای محافظت از اینها تعبیه شده و در این صورتی که تعداد بسیار زیاد هواپیماها، یعنی بالای 100 فروند قابل توضیح دادنه. در خصوص موشک‌های که استفاده شده هم ظاهرا از همون نوع موشک‌هایی بوده که در حمله به رادار S-300 قبلا استفاده شده، یعنی سلاح‌های بسیار موثر، و این نشون میده که این احتمالاً میتونه در آینده هم اگر که قرار باشه سطح تنش بالاتر بره، به شکل یک تمرینی فرض بشه که در آینده هم به شکل جدی‌تر باز تکرار بشه. مورد استفاده قرار بگیر. متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همینجا واشنگتن دی سی.